آقای کرزی، این سوال دو بخش داره. اول به نظر من هیچ شکی نیست که بدون مذاکره و نزدیک شدن با طالبا یا کسایی که اسلحه گرفته و زندگی مردم مختل ساخته، صلح در کشور تامین شده نمیتونه. دوم، بدون توقف کشتار افراد ملکی به وسیله نیروهای بین المللی صلح تامین شده نمیتونه. فکر میکنم یک امر است که واضح شده و برای ملت معلوم است. آیا شما در این کار ناکام هستین یا کامیاب هستین؟ برنامه بعدی شما اگر انتخاب میشین برای دوره دوم چی است؟ شما 3 دقیقه وقت دارید. بسیار سوال مهم است. لطفاً وقت حامد کرزی بفرمایید. بسیار سوال مهم است. تامین صلح و امنیت بدون شک، بدون یافتن راه حل به این مسئله نمیشه. ما در آغاز سخنان خود عرض کردم با شما که جنگ علیه تروریسم در دیهات افغانستان، در خانه های افغانستان و در مردم افغانستان نیست، بلکه بیرون از مرزهای افغانستان است و تلفات ملکی یکی از مصیبت ها و دردهای بزرگ افغانستان بوده که ما در 7 سال گذشته متواتر کوشش کردیم و در 5 سال گذشته به تفاوت از طریق تفاهمات مختلف با ناتو و قوای ائتلاف کوشش کردیم که متاسفانه نتیجه درست نداد. بالاخره پارسال این تفاهم ما بعد از یک جر و بحث بسیار وسیع و جنجالی به یک نتیجه بهتر رسید که به اثر از او تلفات ملکی در کشور ما الحمدلله بهتر کمتر شده و امیدوار هستیم که از بین بره. در آینده کشور پلان ما ایست که اول به هیچ وجه در افغانستان عملیات نظامی بدون اجازه دولت افغانستان نشود. دوم، تلاشی خانه مردم افغانستان نشود. سوم، بندی در افغانستان گرفته نشود و بندیخانه به دست خارجی ها نباشد و لوی جرگ افغانستان انشاءالله بعد از انتخابات این مورد خواسته خواهد شد تا افغانستان از این را در تفاهم با جامعه جهانی را از این اعمال منع کنه و در تفاهم اساسی با جامعه جهانی به طرف آینده زندگی را آغاز کنیم که منفعت ما و اینها تعریف شده باشه. ما از موجودیت اینها در خاک خود خوش هستیم، ولی ما صاحب خانه باشیم و اینها مهمانم. به هم یه دقیقه وقت داریسیم تاسو موافق باشید په درود خو سره خلاصو ما صرف تاسو وخت لري د خوته او تفصیل به پدې کې دا وی چې تر انتخابات وروسته ان شاء الله تعالی دا تفاهمات اوس مشروع شي ودي د بینلی ټولین سره. تفصیل به پدې کې دا وی چې تر انتخابات وروسته ان شاء الله تعالی پر یو نیو توافق باندې موږ او امریکا او بینلی ټولین سره شنو چې په هغه کې په ډیر خاص ډول عملیات د افغاني قواو د خاطر سره سي او د افغانی ملي اردو او د پولیسو تقویه راسي او زموږ د قوانینو احترام وسي، د پروسه داسې ګړندۍ سي چې په افغانستان کې بیا د جنگ او داوو ضرورت نه وي. ان شاء الله تعالی د انتخاباتو تر پوره کېدو سره به دا تفاهمات د افغانستان و ملت د دوی په ګډون ښکاره سي او هغه څه به ترلاسه کړو چې د دې خاورې پکې خیر وي. ډېره مننه محترم حامد کرزی، که هم چی لسانی وقت مدر لود خو بیا هم رزو محترم رمضان بشر دوسته، تاسو پا دی باره که چه پلان لری سه که تاسی دی جمهور رئیس پا توگه انتخاب سه، تاسو هم 3 دقیقه وقت لری. تمام کاندیدا میگن ما با طالبان مذاکره میکنیم بدون من، اما هیچ یکی از اونا از خود سوال نمیکنه که طالب با این مذاکره میکنه یا نی. مذاکره خود یک طرفه ممکن نیست. میگن ما برای طالبا ولایت میدیم، ما برای شنا وزارت میدیم. اما روز که در تلویزیون دیگه من گفتم که یکی از کاندیدا عصبی شد، گفتم مالی خودت یک لحظه فکر میکنی که ملا عمر والی تو شود؟ خب یک کمی باید آدم جدی باشه در مسائل خود. دوم، مشکل طالبا که هست مشکلی است که اینا در سال 1994 1974 برای اولین بار وقتی سلاح را گرفت در افغانستان یک عسکر آمریکایی و روسی و انگلیسی نبود و جنگ اینها طبق تجزیه و تحلیل من علیه آمریکا نیست و علیه انگلیس نیست. جنگ اینا علیه کسانی است که اینا در جنگ اونا را شکست داده بودند و قدرت از اونا گرفته بودند، اونا فرار بودند و دوباره با حکومت آقای کرزی اونمو افراد دمو پوست رفتن.
در روزگان به من میگه بشر دوست، اونمو والی که ما شکست داده بودیم دوباره با آقای کرزی والی شد و اولین تصمیم زویی بود که عسکر دخانی قمانده و طالبای که نشسته بود روان کنه که بیا تو در بندی خانه تحقیق کنه. دوم، مسئله امنیت افغانستان مسئله داخلی فقط نیست، مسئله خارجی هست. هیچ وقت پاکستان تا آخرین قطره آرام نمیشیند تا وقتی احساس کنه که افغانستان علی دست هندوستان است یا ایران است یا روسیه است. همانطور که هیچ وقت ایران آرام نمیشیند اگر احساس کنه که افغانستان علی دست پاکستان یا عربستان است. بنابراین ما از یک طرف باید یک رئیس جمهوری داشته باشیم که او سرش واقعا بلند باشه، حلقه غلامی هیچ کشور به عهده نداشته باشه و فقط منافع ملی افغانستان را ببینه و از منافع ملی افغانستان تجزیه و تحلیل علمی داشته باشه. منافع ملی افغانستان منافع قومی نیست، خیشی نیست، مذهبی نیست، تنظیمی نیست. دوم، او کشورهایی که یک چشم بد به افغانستان داره و باعث یتیم شدن یک افغان میشه، باعث بیوه شدن یک زن افغان میشه، اونو نفری که را تحریزی میکنه باید بفهمه که یک روز زن زوم میتونه که بیوه شود، زن زوم میتونه یتیم شود. ما در برابری میگه اشکی کباب باعث طغیان آتش است. ما باید به پاکستان، ایران و هر کشور دیگه بفهمانیم که افغانستان یک صاحب داره و صاحبش حاضر است که سر خود قربانی کنه، اما از حریم خود، از خاک خود، از اتباع خود به قیمت قربانی سرش هم دفاع کنه. مسئله کم شدن ملکی تلفاتش یک افسانه است. بشر دوست در 27 ولایت رفته، در ولایتی که جنگ است هر روز هلیکوپترهای ما شهید میارن و در این بود شما هلیکوپتر ندادن شما ولایت های دیگر رو ببینیم و معذرت میخواییم که ولایت ها رو ندیدیم. بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اشرف غنی، تاسو څه پلان لري په دې برخه کې؟ لطفا تاسو وخت درې دقیقې وخت لرئ. لومړی ما تاسو ته عرض وکړم چې د اردو اعلی سرقومانداني باید جوړ شي تر څنګه جمهور شي. نن ایموک قواو منسکی او بین المللی قواو منسکی انسجام نست لبد مرغنه په ورځو په یو منظم توګه د معلوماتو مبادله نکیږي او تر چې یو منظم چوکاټ را نسی چې به هغه چوکاټ کې موږ موافقه ته ورسیږو چې استعمال د قوه د خارجیانو لخوا ورځ په ورځ لګسی او افغاني ځواکونه خپل حیثیت ونیسي دې ته نسو رسیدل. دوم، که غوالو بندی خانی اوترو او حتمانی باید اوترو مخصوصا بگرام ترچ مخپل نظام اصلاح نکو چنگ با بندی خانی اولرو دل ترچ کرزی سب وادی که ایچ دا بزروسی دا زرنسی که دی زکه آغا بنیادی اصلاحات چی پکار دی دا وقت غوالی او مخ باید پوسو چی وقت دا ضرورت لرو. امنیتی وازا نن نه اواز جنوب که شمال که ورس پورس بطرکی گی پرونم حادثه ولیدله. کابل امنیتی پلان نلری، او اته کاله کیږي چې کابل یو امنیتی پلان نلری او نن وزارت تور باندې کمربند موجودی. وخت چې غواړو دې برخه کې کارو کو باید یو منظم چوکاټ وړاندې کو هم ولسته هم دنیا ته. دنیا ولی دلته راغلی نه دې دې پاره چې منظم پلی کې او شلم پلی کن موږ مستمره کی، بلکه غواړي چې افغانستان کې یو ثبات راسی تر چه موگ ده خوری یو چهتن اونه لرو او یو لسمشر اونه لرو چه واضح او مشخص افغانی تره ولری او دنیا په ده قانه که چه ادوی تره بهتره ده عملی تره ده او رس پور از نتایج ورکی دا به هوایی. مثال بیا رازم پولیس ده، وقتی چه لس میلیارد دلار تنها په خبرو که رات لیسی چه لس میلیارد دلار مصرف سوی پولیس بانده دا چنگ پولیس دا چه لام تعداد معلوم ندی لام پا دیموگ نپیگو چه چو تای ماش رسیگی او پا چه شرایطو بانده زون کهی. ده خلق و اعتبار حق وقت رازی چه خلق ایموگ محکمه بانده، ایموگ پولیس بانده، ایموگ امنیت بانده او ایموگ اردو بانده اعتبار ولری. ده اعتبار فضا اولست کار واری او ولسته حساب غواړي. تر چې ناپاکه چارواکي چې بار بار ناپاکي حساب ته سوي د مکافات و مجازات په چوکاټ کې
او سر رفتار و نسی دولس اعتبار نسی رات الله او دلتا اساسی تصفیه پا کارده چی مگو کریسو کس رنده ده پلارو هم پا وارده جهاد ده خلکو نده اشخاص محترم غنیسیم دیره منه نه کور موده محترم کاندیدانو اوس چې پوسولو چې ستاسو پلان د طالبانو سره د خبرو اترو څنګه دی او څنګه د ملکي تلفاتو مخه نیسو یو بل مسئله چې د افغان ملت ورڅخه ژاړي او